سرخط مهمترین خبرها. خوشبینی رهبران حکومت از تعهد سران ناتو با افغانستان. با بن‌بست رسیدن گفتگوهای صلح حکومت افغانستان با طالبان و حزب اسلامی گلبدین حکمتیار. و اعتراضات گسترده در شهرهای گوناگون آمریکا پس از کشته شدن دو سیاه‌پوست از سوی پلیس این کشور. با سلام بر شما بینندگان مجموعه خبری شبکه جهانی خورشید، امروز دوشنبه 21 سرطان سال 1395 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 11 جولای سال 2016 میلادی. من سعید فرید صنایعی هستم. حکومت در 3 سال آینده شفافیت در مصارف مالی نیروهای امنیتی و دفاعی کشور را نهادینه می کند. رئیس جمهور غنی باورمند است که حکومت وحدت ملی تلاش دارد در 3 سال آینده چگونگی هزینه کردن پول در بخش نظامی افغانستان را مدیریت جدی نماید. وزارت های دفاع ملی و امور داخله نیز از تدابیر جدی برای خود بسندگی این نیروها خبر می دهند. حاصل ده نشست مهم جهانی از سال 2001 تا 2016 میلادی برای افغانستان تعهد 55 میلیارد دلاری پنداشته می شود. حکومت در نشست ورسا تا سال 2020 میلادی تعهد 20 میلیارد دلاری تازه را به دست آورده است. اما پرسش این است که چگونه می توان از حیف و میل این پول ها در نهادهای امنیتی کشور جلوگیری کرد؟ شفافیت به صورت اساسی در حال پیاده کردن هستیم. هنوز نتیجه کامل نداده، اما در 3 سال آینده امید است که بفهمیم که هر قران، هر افغانی که به تقوی قوای امنیتی و دفاعی ما مصرف میشه نتیجه میده. تا 4 سال آینده برنامه حکومت خودبسندگی نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان است. باورها بر این است که برنامه ریزی 5 ساله تقویت نیروهای امنیتی میتواند از چالش های فراراه این نیروها بکاهد. و در همه سطوح کوشش میشه که این طور کارهای شوه که ما برای خود اکتفا کنیم و خود کفا شویم. تلاش هم صورت گرفته این دستگاه های دیگه هم در حکومت افغانستان که چطور بتونیم همون راه های را که بدیل باشه برای این کمک ها او را جستجو بکنیم. اما کاهش نبرد در افغانستان بهترین گزینه برای کاهش هزینه های نظامی پنداشته می شود. همراه جامعه جهانی در این مورد کار می شن که اگر جنگ با توریسم ختم شود ما می توانیم افغانستان کار اقتصادی صورت بگیره، مدنیت ما با استخراج شوه و افغانستان بتونه، افغانستان یک کشور غنی است، ما بتونیم که قوای مصالح خود خود ما تمویل کنیم و تجهیز کنیم. خب هرگاه جنگ کاهش پیدا بکنه ما به صلح برسیم، تمام در مدت بسیار کوتاه به خود بسندگی میرسیم. وزارت دفاع ملی از تلاش‌ها برای تأمین شفافیت سخن زده و سخنگوی این وزارت از گرفتن تدابیر برای خودبسندگی نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان خبر می‌دهد. حتما با ضد فساد مبارزه میشه در وزارت دفاع و شفافیت به هر شکلی که باشه در وزارت دفاع به وجود بیاره تا به همه سطوح ما بتانیم به صورت روشن به جامعه جهانی جواب داده بتانیم. اما در 15 سال پس این حکومت افغانستان به چقدر پول نیاز داشت تا در صورت تأمین شفافیت زیرساخت‌های آن بازسازی و نوسازی شود؟ ما میتونیم با 5 میلیارد دلار که بر ما داده میشه ما در قد قوتهای هوایی زد هوایی و توپدار خود ایجاد کنیم، یعنی تو آتش توپچی را که هر سیزی نداریم. از این را فکر میکنم یک ذره بسیار بر ما خوب است که چیزهایی که آقای کرزی نکده ما انجام بدیم مشکل خلاص میشه. وزارت دفاع ملی و امور داخلی کشور تاکید میورزند که هرگز انتظار ندارند تا دیر زمانی نیروهای امنیتی کشور محتاج کمک‌های بیرونی باشند. مسئولان امنیتی معتقدند که همکنون حکومت وحدت ملی تدابیر پیشگیرانه را برای خودبسندگی نیروهای امنیتی و دفاعی کشور روی دست گرفتند. نشست 4 جانبه از بحر ترسیم نقشه راه برای رسیدن به صلح در کشور و گفتگوهای صلح با حزب اسلامی به بن‌بست روبرو شده است. معاون شورای عالی صلح و معین وزارت امور خارجه کشور می‌افزایند به نتیجه شدن نشست های 4 جانبه صلح سبب کاهش کمک های جهانیان به پاکستان و افزایش کمک ها به افغانستان گردیده است. با این حال رئیس جمهور کشور می‌گوید هراس افغانان همواره به درخواست صلح جویانه حکومت افغانستان پاسخ منفی دادند. رئیس جمهور غنی 2 روز پیش در نشست ناتو در وارسا از همکاری نکردن اسلام آباد با کابل از بحر مبارزه با هراس افغانی و نکشانیدن طالبان به میز گفتگوهای صلح سخت انتقاد کرد. انتقادی که خشم اسلام آباد را برانگیخت و حرفهای آقای غنی را خصمانه و تأسف‌بار دانست.
اما یک روز پس از این ادعای پاکستان، آقای غنی در برابر این حرف پاکستان این گونه پاسخ داد. را سرم قارستن، او را شما تعبیر کنید بر مردم افغانستان. اما امید است که قهر بعضی همسایه موجب افتخار ملی ما باشه. رئیس جمهور میگوید افغانستان نیتش را در برابر پاکستان به حیث یک همسایه نیک ثابت ساخته و از همین رو کابل در محراق اصلی و پاکستان در انزوای جامعه جهانی قرار دارد. امروز جای خوشبختی است که افغانستان در محراق اجماعی بین المللی است. کسایی که در افغانستان همکاری نکردند در حالت انزوا هستند و انزوا موجب ازی شده که اینا باید فکر جدی کنن راجع به آینده. بازم تکرار میکنم، افغانستان مناسبات نیک که دولت با همسایه خود پاکستان میخواد. این فرد نخست حکومت به پاکستان پیشنهاد میکند که برای به دست آوردن اعتماد دوباره افغانستان به آن کشور باید صادقانه در برابر حراس افغانان و پایگاه های آنان تصمیم بگیرد. مردم افغانستان تا کی خاموش بشینه که اولادای ما که در ریاست دستن یا در پولیس هستن قتل شد؟ قتل و قتال حرکات درستی باید استاد شد. وضاحت کامل داریم وقتی که از یک خاک دیگر با اسناد ثابت کرده میتونیم که عملیات ها پلان میشه باید منع شد. ما اجازه را کس نمیتیم که مقابل همسایه ما اقدام شد. اینا باید نکن. رئیس جمهور از پاکستان میخواهد تا فرق میان حراس افغان خوب و بد را نگذارد، در غیر آن بهای گزافی را خواهد پرداخت. ما از پاکستان صلح نمیخواهیم، ما میخواهیم کسایی را که مخالف صلح هستند از پاکستان اخراج کنیم و صلح را بین دولتان میخواهیم. جنگ نااعلام شده پاکستان در مقابل افغانستان که با وضاحت برشان تشریح کردیم و مورد سوال قرار ندادن باید ختم شد. بین توریسم خوب و بد هر مملکتی که در گذشته تفکیک کرده قیمت داده. رئیس جمهور هشدار می‌دهد که هیچ کشوری نمی‌تواند افغانستان را به حاشیه عمق راهبردیش قرار دهد. افغانستان 5000 سال تاریخ داره. حاشیه یا استراتژیک دپت هیچ مملکت نبوده و تا ابدالابد نخواهد باشه. حاکمیت ملی افغانستان هر همسایه احترام کن. با وجود انتقادهای رهبران حکومت وحدت ملی از پاکستان، حامد کرزی رئیس جمهور پیشین اسلام آباد را پناهگاه امن حراس افغانان دانسته و از امریکا و ناتو میخواهد برای پیروزی و ریشه‌کن کردن حراس افغانان بر لانه های آنان در پاکستان حمله کنند. برای نابودی داعش در کشور به ویژه در ولایت های بدخشان و ننگرهار اقدام جدی شده است. وزارت دفاع ملی میپذیرد که جنگجویان داعش فعالیت هایشان را در بدخشان آغاز کردند، اما میگوید نیروهای امنیتی کشور به زودی تمام جنگجویان این گروه را سرکوب خواهند کرد. با گرفتن پرچم های سیاه و سفید به بدخشان رسیدند. جنگجویان داعش هستند که پس از گسترش حضورشان در برخی از ولایت های کشور اکنون وارد ولسوالی یمگان بدخشان شدند، حضوری که وزارت دفاع نیز آن را تایید می کند. در ولایت بدخشان اینا تحرکات داشتن و اینمیلی هم تحرکات دارن، مگر ما برای شما گفتم که اونجا در راغستان ولسوالی بدخشان اینا تلفات بسیار زیاد دیدن. حضور این جنگجویان ضد دولت در ننگرهار نیز نگران کننده بوده است. دایش وصلوال ننگرهار در کوت پسلو که پنجه سال نسیم که اوز همشتون داری هم در از ده هست که مینی اچین یوش به نورو سیمو رانیو سیمو که اما نیروهای مسلح کشور نخواهند گذاشت تا جنگجویان داعش در کشور نفس راحت بکشند. داعش چی که هیچ گروپی توریستی را ما اجازه نمیتیم که در افغانستان عملیات توریستی را داشته باشند، مثل القاعده، مثل گروه حقانی، مثل طالب و داعش هم یکی از اون گروه های توریستی که است که در افغانستان امنی را ایجاد میکنن. بنان خوی مسئله افغانستان متحد هستند، هر جایی که نصر خدا بالا میکنن سرشان میبرن. خواست ها بر اینن که باید تهدید داعش جدی گرفته شده و برای نابودی آن سهل انگاری نشود. د مشرقی وال لپاره ټول افغانستان خلکو لپاره تشویش خبره ده، باید په دې برخه کې دولت ګړندي ګامونه پورته کړي تر څو مهر کې چین میتنه هم بر افغانستان نگران کننده واشه و هم کشورهای آسیای میانه و چین.
جنگجویان داعش پیش از این توانسته بودند که در برخی از مناطق کشور به ویژه ولایت ننگرهار دست به حمله های حراس افغانانه بزنند. حمله هایی که سبب کشته و زخمی شدن برخی از باشندگان این ولایت شده بود. کار در مورد اصلاحات انتخاباتی سر از فردا به گونه جدی آغاز خواهد شد. رئیس جمهور کشور با تاکید بر این مطلب انتخابات را یک اصل دانسته و برگزاری آن را بدون اصلاحات انتخاباتی بی‌معنا می‌داند. در همین حال رئیس مجلس نمایندگان می‌گوید در انتظار تعیین اعضای کمیسیون مختلط از سوی مجلس سنا اند. آغاز اصلاحات در نظام انتخاباتی افغانستان وابسته بر روشن شدن فرمان تقنینی رئیس جمهور در مورد تشکیل وظایف و صلاحیت های کمیسیون های انتخاباتی است. رئیس اجرایی میگوید با رئیس جمهور غنی به نتیجه رسیدند تا سر از فردا کار در این مورد به گونه جدی آغاز گردد. به نتیجه رسیدیم با رئیس جمهور که از فردا در این راستا کار جدی آغاز خواهد شد، چون انتخابات یک اصل است و اصلاحات انتخابات هم بدون اصلاحات انتخاباتی معنایش ضعیف میشه، اما ماهیت خود از دست میده. به او سبب انشالله که در این راستا هم اقدامات صورت بگیره که مورد قناعت مردم باشه. رئیس مجلس نمایندگان میگوید منتظر معرفی اعضای کمیسیون مختلط از سوی مجلس سنا اند تا پس از آن این مجلس نیز با معرفی اعضای این کمیسیون در راستای روشن ساختن سرنوشت این فرمان گام بردارند. تا هنوز مشران جرگه هیئت اعضای مختلط هیئت مختلط به معرفی نگرفته، به مجرد کنه به معرفی بگیره، حتما ما و شما هیئت خود به معرفی میگیریم تا سرنوشت این فرمان نهایتا تعیین شود. از سوی دیگر برخی از اعضای مجلس سنا که پیش از این فرمان مذکور از سوی آنان رد شده بر حضور افرادی که این فرمان را رد کردند در ترکیب کمیسیون مختلط هر دو مجلس تاکید دارند. یو مکانیزم لاره دی و سیستم لاره باید دی انتخابات و سیستم باند کار باید وشی او زر تر زر انتخابات باید داری ایر شی او نور باید و نزندیگی او دی اصلاف و نوم نور ما نباید ولسی جرگ متهم شی او نور باید دی افغانستان خلق از آن خراب. بنام تقاضای مهمی است از کمیسیون محترم که دوستایی که کتبان برشان فرمان را در همان وقت رد کرده بود امور جابتن در کمیته مشترک. گفتنیست این فرمان که دومین فرمان رئیس جمهور در مورد تشکیل صلاحیت ها و وظایف کمیسیون های انتخاباتی است از سوی مجلس نمایندگان رد شده است، اما مجلس سنا بر آن مهر تایید گذاشته است. اکنون سرنوشت این فرمان در گرو تصمیم کمیسیون مختلط هر دو مجلس است. مراسم فاتحخوانی سید حسین انوری شخصیت پیشین جهادی امروز با اشتراک مقام‌های دولتی و همفکرانش در کابل برگزار شد. برخی از سران حکومتی و سیاسیون در گذشت آقای انوری را ضایعه بزرگ دانسته و می‌افزایند که وی همواره در مورد موضع‌گیری‌های سیاسی‌اش بی‌طرفانه عمل کرده و به منافع ملی می‌اندیشید. ایمال ولی‌زاده گزارش می‌دهد. شماری از سران حکومتی و احزاب سیاسی امروز در مراسم فاتحه خانی سید حسین انوری مشاور ارشد رئیس جمهور غنی در امور نظامی اشتراک کردند و در گذشت وی را ضایعه بزرگ دانسته و در مورد شخصیت وی چنین گفتند. یک بار دیگر تسلیت میگم وفات آقا سید حسین انوری را به خانوادهشان، به رهروان و همسنگرانشان، به همه مردم افغانستان، خصوصا به مجاهدین و مقاومتگرها که اینا در صفوف از جمله سران جهاد و مقاومت شمرده می شدند. سجعه بسیار مهمی که ما در وجود اینها دیده بودم ایست که یک کسی بود که ترس نداشت که راجع به موضوعات سیاسی و موضوعات عمده اجتماعی موضوع گیری کنه. روحشان شاد و نامشان با این مردم باقی مانده باشد. با پای مردی هاش و با انسان دوستی هاش و تواضعش در میان هم قطارهاش یک انسان نمونه و الگو بود. شخصیت مردمی و بدون تبعیض، بدون تعصب در اجتماع افغانی زندگی کردن، مورد احترام و اعتماد همه مردم بودن. عدم حضورش ضایعی بزرگ است، اما جایگاه و ارزش‌ها و معنویتش در دل تاریخ همیشه درخشان خواهد بود. گفتنیست آقای انوری به عمر 60 سالگی از اثر بیماری سرطان خون یک روز پیش از عید سعید فطر در یکی از بیمارستان‌های هندوستان درگذشت. از وی 6 دختر و 5 پسر به جا مانده است. خبرهای جهان هم پس از وقفه کوتاه تقدیمتان می‌شود.
ادامه خبرها خوش آمدید. اعتراضات در پیوند به کشته شدن دو سیاه پوست به وسیله نیروهای پلیس در شهرهای مختلف ایالات متحده آمریکا ادامه دارد. مقام های پلیس در ایالت لوئیزیانا میگویند که دست کم 40 معترض را در شهر باتون روژ، جایی که یک جوان سیاه پوست هفته گذشته از سوی ماموران پلیس کشته شد، بازداشت کردند. در شهرهای مختلف آمریکا اعتراضات زیر نام زندگی سیاه پوستان مهم است راه اندازی شده است و معترضان خواهان برابری نژادی هستند و کشته شدن جوانان سیاه پوست از سوی ماموران پلیس را به شدت نکوهش می کنند. موج تازه از اعتراضات هفته گذشته و در پی کشته شدن دو جوان سیاه پوست از سوی پلیس آمریکا آغاز شد. گزارش ها از کشمیر زیر تسلط هند می رسانند که اعتراضات خیابانی بر ضد نیروهای امنیتی این کشور همچنان ادامه دارد. این اعتراضات به دنبال مرگ یک رهبر جدای طلب شناخته شده این منطقه آغاز شد و در نتیجه درگیری میان معترضان و پلیس تا اکنون دست کم 23 نفر کشته و شمار زیادی نیز زخمی شدند. روز گذشته مردم خشمگین یک موتر پلیس را به داخل یک رودخانه انداختند که در نتیجه آن یک مامور پلیس غرق شد. برهان وانی از چهره‌های شناخته شده جدای طلب کشمیر روز جمعه در تبادل آتش با نیروهای ارتش این کشور کشته شد. 16 ماه پس از آغاز سفر هواپیمای خورشیدی موسوم به سولار امپلس 2 به دور دنیا، این سفر به مرحله پایانی خود رسیده است. اندره بورشبرگ پیلوت سوئیسی این هواپیما بامداد امروز آخرین مرحله از مأموریتش را که پرواز از فرودگاه شهر سویا در اسپانیا به سمت قاهره بود آغاز کرد. او قرار است پس از پرواز 50 ساعته با قاهره پایتخت مصر نشست کند و مسئولیت آخرین مرحله از این سفر که از قاهره تا ابوظبی است را پیلوت دیگر این هواپیما به دوش خواهد داشت. این دو پیلوت سوئیسی پس از 12 سال تحقیق و مطالعه سفر 35000 کیلومتری خود به دور دنیا را در ماه مارس سال گذشته میلادی از فرودگاه ابوظبی آغاز کردند. خبرهای اقتصادی هم لحظات بعد تقدیمتان می شود. با ادامه خبرها خوش آمدید. قرار است به زودی راهبرد 5 ساله وزارت تجارت و صنایع عملی شود. هدف از ایجاد این راهبرد پشتیبانی از فرآورده‌های داخلی، متوازن ساختن بیلانس منفی تجارت و همچنان بازاریابی برای قالین‌های دستبافت افغانستان در بازارهای جهانی از موارد مهم این راهبرد دانسته شده است. با این حال، مسئولان اتاق تجارت و صنایع عملی شدن این راهبرد را در وضعیت کنونی بهترین گزینه برای جلب دوباره سرمایه‌گذاری‌ها در کشور می‌دانند. وزارت تجارت و صنایع از نهایی شدن راهبرد 5 ساله خبر می‌دهد که بر بنیاد آن قرار است تا 5 سال آینده افغانستان در بخش تولید فرآورده‌های داخلی با ویژه تولید قالین‌های دست‌بافت به خودبسندگی کامل دست یابد و نیز از واردات انبوه کالاهای مشابه به کشور جلوگیری خواهد شد. مسئولان این نهاد می‌افزند که با ملی شدن این راهبرد کسر 95% بیلانس منفی تجارت کاهش یافته و زمینه صادرات برای فرآورده‌های داخلی کشور به بازارهای جهانی افزایش چشمگیری خواهد یافت. اولویت هایی که در این استراتژی داریم حمایت از تولیدات داخلی، مثبت ساختن بیلانس منفی تجارتی، بخش های مهم به خاطر بالا بردن ظرفیت سازی در وزارت و مهمتر از همه ای است که ما باید تا 3 سال آینده وضعیت قالین ما کارهایی هم که صورت گرفته بهتر از امروز باشه. از سوی هم مسئولان اتاق تجارت و صنایع میگویند در صورتی که راهبرد تازه وزارت تجارت و صنایع به گونه درست عملی شود، به زودی افغانستان از یک کشور وارد کننده به کشور صادر کننده در منطقه معرفی خواهد شد. کشور ما فعلا کشور وارداتی است، ایرا بتانیم که حداقل به کشور به تمام آن اگر صادراتی نمیتانیم بسازیم، اما واردات و صادرات و بیلانس ما باید مساوی شود. این پلان از طرف وزارت تجارت عملی میشه. با گفته وزارت تجارت و صنایع، کاهش مالیات بر واردات مواد خام در حب برگرداندن دوباره نیروی کار از کشورهای همسایه و ایجاد صندوق وچی برای رشد صنایع در بخش‌های گوناگون از مورد مهم دیگر این راهبرد می باشد که در زمینه پشتیبانی از فعالیت‌های بازرگانی و سرمایه گذاری در کشور مد نظر گرفته شده است. و ایجاد شوراهای مردمی برای بانوان در هرات سبب رشد اقتصاد بانوانی که در خانه و سر میبرند شده است. این بانوان از دولت و نهادهای کمک کننده خواستار توجه بیشتر برای تقویت این روند در سطح روستاهای هرات هستند و تاکید می‌ورزند که با پشتیبانی این گونه شمار زیادی از بانوان صاحب شغل خواهند شد.
در 10 سال پسین شمار زیادی از نهادها به منظور توانمندسازی بانوانی که در خانه به سر میبرند زمینه آموزش های حرفه‌ای و توسعه صنایع دستی را فراهم ساختند. پیش از این شماری از بانوان در شهر هرات که تنها کارهای خانه را انجام میدادند، اکنون به همکاری انجمن های توانمندسازی بانوان خانه صاحب شغل شده اند و خواستار توجه بیشتر دولت و نهادهای کمک کننده به این روند هستند. این منطقه بیشتر مهاجر میشینه. زنها بیکار، معیوب، بیشتر از خانواده ها متدینه. باز ما بنوی یک بخش عرقگیری کردیم که گیاه از خود کشور مانه و کلن هیچ چیزی تولید از بیرون میاد تا مختلف هم هست اینجا از شرک صنعتی میگیریم. این بانوان میگویند ایجاد شوراهای مردمی برای مردان و بانوان در روستاها تأثیرات مثبت بر اقتصاد آنان بر جا گذاشته و به همین گونه سبب رقابت‌های جدی میان بانوان خانه برای بهبود اقتصاد آنان شده است. وقتی می خانم هم یک کاری داشته باشه، یک مصروفیتی داشته باشه، هم از وضع اقتصادی ازی خوب میشه، تجارت زنا رشد میکنه، انکشاف میکنه. خانم ها و حتی دختر خانم ها هستن که از خانه نمیتونستن بیرونشن، از روزی که ایجاد شده داخل، بخصوصا که شورا ما زنانه تعداد زیادی شرکت کردن. و حال هم نرخ اسعار در بازارهای کشور. و این هم چند خبر از دنیای ورزش. تیم شنا و واترپلو رسانه‌های هرات با حضور خبرنگاران و مسئولان فدراسیون شنای واترپلو این ولایت ایجاد شد. پس از فوتبال، فوتسال و والیبال، شنای واترپلو چهارمین رشته‌ای است که خبرنگاران هرات در آن فعالیت‌های ورزشی دارند. تیم شنای واترپلو رسانه‌ها در هرات به فعالیت آغاز کرد. و گفته مسئولان فدراسیون شنای واترپلو این ولایت، هدف از ایجاد این تیم شناخت استعدادهای شناوران در میان خبرنگاران است. خوشحال بر اینم که ما اولین تیمی داریم که بالاخره به شکل رسمی تیم رسانه ها بوده که امروز رسما افتتاح شد و فردا یا پس فردا اولین تمرین از اونها انشالله بازم بیننده های ما خواهد دیدن که اولین تمرین از اونها به این مکان شروع میشه. خبرنگاران هرات در کنار رشته‌های ورزشی شنا در رشته‌های فوتبال، فوتسال و والیبال نیز فعالیت‌های ورزشی دارند. آنان از ایجاد این فدراسیون خوشنود به نظر می‌رسند. چه خوبه که در کنار از یک برنامه تفریحی هم داشته باشند. ورزش شنا و فکرم بهترین تفریحه برای خبرنگارا، برای همه اقشار جامعه. اولا میتونه باعث توسعه و انکشاف رشته‌های مختلف ورزشی بشه. دومی که خود خبرنگارا همپایه با ورزشکارا دارن به میدان ورزش و برای صحتمندیشان، برای رقابت‌های سالم. قرار است تیم شنای واترپولی رسانه‌های هرات نخستین تمریناتشان را در حوض سرپوشیده فدراسیون شنای واترپولی این ولایت زیر نظر مربیان این رشته به زودی آغاز کنند. رقابت‌های گزینشی چهره‌های برتر به تیم ملی ملوان کرکت در کابل ادامه دارد. در دومین روز برگزاری این رقابت‌ها تیم اسپنغر و تیم کرکت پست با هم رویارویی کردند. در این رقابت‌ها ورزشکاران از 5 زون کشور با هم به رقابت می‌پردازند و این برنامه برای 1 هفته در کابل جریان خواهد داشت. مسئولان کرکت برد کشور هدف از برگزاری این رقابت‌ها را گزینش 15 چهره برتر و تیم ملی معلولین کشور می‌دانند. دا سیالی به تقریبا یو هفته دوام کوي او دغه نیمه هدف او مرام داده چې د افغانستان معلولین ځوانان لکه څنګه چې 2012 کال نه په دې خو د 2 ملي لوبډله جوړه شوې ده. با تقدیم از هوای فردای کابل و چند شهر دیگر کشور خبرها همینجا پایان می‌رسد. سپاسگزارم از توجه و همراهیتان. خدا نگهدار.